من در یک خانواده مذهبی سنتی به دنیا اومدم، جایی که ورزش برای دختران بی‌معنی بود. در نتیجه بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه که استقلال بیشتری داشتم، ورزش‌های مختلفی رو امتحان کردم تا اینکه سرانجام خیلی دیر در 35 سالگی با کوهنوردی آشنا شدم و به اون علاقمند شدم. 5 سال بعد از اون بود که اولین صعود بلندم به صورت کاملا اتفاقی به قله مستقاطهای چین صورت گرفت. قله‌ای به ارتفاع 7546 متر که به عنوان اولین تجربه من در خارج از ایران به اندازه کافی بلند بود. این صعود شروع خیلی خوبی بود و به من نشون داد که در ارتفاع شرایط بدی ندارم. و همینطور کنجکاوی من رو در مورد دونستن شرایط بدنم در ارتفاع بالاتر تحریک کرد. همینطور که میدونید در دنیا 14 قله اصلی بالاتر از 8000 متر وجود داره که به 8000 متری ها معروفن. در دو رشته کوه مهم دنیا یعنی هیمالیا و قراقرم که در کشورهای نپال، پاکستان و تبت چین واقع شدن. کنجکاوی من در مورد دنیای 8000 متری ها در بهار سال 90 من رو به ماناسلو، هشتمین قله بلند دنیا کشوند. قله‌ای به ارتفاع 8163 متر. خب این صعود سرشار از چالش‌ها، فراز و فرودها و تلخی‌های بسیار بود. مواجه شدن با مرگ دوستان، عدم همکاری تیمی و مشکلات بسیاری که باعث شد من بعد از اون تصمیم بگیرم هرگز با هیچ تیمی از ایران به صعود نرم. 6 ماه بعد از اون ابهت و زیبایی آمادابلام من رو به سمت خودش کشوند. قله‌ای با ارتفاع 6814 متر که یکی از زیباترین قلل جهان و در این حال بسیار دشوار از نظر تکنیک‌های سنگ‌نوردی و یخ‌نوردیه. من در حالی راهی صعود به آمادابلام شدم که شب قبل از پرواز دست راستم عمیقاً بریده شد و با دست راستی پر از بخیه راهی این صعود فنی شدم. صعودی که احتیاج داشت که از هر دو دستم با ابزار فنی استفاده بکنم. خب با تمام این شرایط سعی می کردم که این زخم جراحت دستم رو از دیگران مخفی کنم تا انرژی منفی به من منتقل نکنن. و با وجود این صعودی رو که نیاز داشت حداقل 17 روز به درازا بیانجامه در 3 روز انجام دادم و موفق شدم که به قله برسم. 6 ماه بعد از اون یک گام خیلی بلند برداشتم. تصمیم گرفتم که اورست و لوتسه رو در یک فصل صعود کنم. اورست با ارتفاع 8848 متر بلندترین قله جهان و لوتسه با ارتفاع 8516 متر چهارمین قله بلند دنیاست. و تا اون زمان هیچ زنی در دنیا موفق نشده بود که این دو قله رو در یک فصل صعود بکنه. کاری که من در بهار 91 انجام دادم و اولین زن در دنیا شدم که این دو قله رو در یک فصل در یک برنامه و در طی یک هفته صعود بکنه. دقیقا یک روز بعد از من هیلاری اونیل آمریکایی با پشتوانه تیم قوی نورس فیس موفق شد که دومین زن بشه. اما من هیچ حمایت و پشتوانه‌ای نداشتم و تنها به این سفر رفته بودم. همونطور که در تمام سفرهای قبلی که قبل از این ذکر کردم اولین زن ایرانی بودم و البته بدون هیچ حمایت و پشتوانه ای. اما اونقدر انگیزه و علاقه داشتم که در مدت زمان کوتاهی بدون اینکه یک کوهنورد حرفه‌ای باشم موفق شده بودم کارهایی را انجام بدم که قبل از من کسی انجام نداده بود، صرفاً با پشتکار فراوان و با یک برنامه ریزی درست. خب جامعه کوهنوردی ایران هم از این دستاوردها و به تعبیر آن موفقیت‌ها بسیار خوشنود بود. اونچه که در اون روزها در جامعه کوهنوردی ایران اهمیت بسیار زیادی داشت و هنوز هم کمی داره رسیدن به نوک قله بود.
حال اینکه در این پروسه صعود و فرود چه اتفاقاتی میفته، چه حوادثی رخ میده که در بسیاری از موارد به مرگ هم حتی منجر شده، اهمیت چندانی نداشت و راجع به اون سختگیری نمیشد. در حالی که برای شخص من بالعکس این پروسه صعود و فرود اهمیت بیشتری از رسیدن به خود قله داشت. با این مقدمه میخوام یک تجربه متفاوت از خودم رو حالا براتون بیان کنم. در بهار سال 92 بود که من راهی کانچنجونگا شدم. کانچنجونگا به ارتفاع 8586 متر سومین قله بلند دنیا و یکی از دشوارترین هاست. دشواری خاص کانچنجونگا در روز قله است. اجازه بدید کمی براتون راجع به این توضیح بدم. همونطور که میدونید در کوههای بلند نمیشه از پایین شروع کرد و به سرعت و بیوقفه بالا رفت تا به قله رسید. به دلیل کمبود درصد اکسیژن در ارتفاعات بالا بدن دچار مشکل میشه، اکسیژن کافی به مغز نمیرسه، ادم مغزی، ادم ریوی و مرگ خیلی سریع و حتمی. در نتیجه برای صعود به کوههای بلند باید آهسته آهسته و تدریجاً بدن رو با ارتفاع سازگار کرد. روندی که ما اسمش رو در کوهنوردی هم هوایی مینامیم. و به این ترتیب هست که شما از کمپ پایین یا کمپ اصلی پای کوه شروع میکنید، در ارتفاعات مختلف کمپ های مختلفی برقرار میکنید، با شبمانی در اونها و بازگشت به ارتفاعات پایین تر یک پروسه خیلی طولانی که میتونه تا یک ماه طول بکشه رو انجام میدید تا بدن با این کمبود اکسیژن ذره ذره خودش رو وفق بده و نهایتا بتونید در روز آخر به قله برسید و یا تلاش بکنید برای رسیدن به قله. در مورد کانچنجونگا، کمپ آخر یا کمپ چهارم معمولاً در ارتفاعی بین 7300 تا 7500 متر برقرار میشه که با توجه به ارتفاع 8586 متری قله به این معناست که یک چیزی بیشتر از 1000 متر باید در روز قله طی بشه که با توجه به سرعت بسیار پایین صعود در ارتفاع حدود 8000 متر بسیار دشوار هست و زمانی که نیاز داره حداقل حدود 15 ساعته و با محاسبه زمان حداقل 10 ساعتی برای برگشت، یعنی بیش از یک شبانه روز شما از کمپ آخر شروع به حرکت میکنید، بی وقفه بالا و پایین میرید برای اینکه تلاش بکنید برای قله. خب من در کانچنجونگا با انگیزه و شوق بسیار یک تلاش خیلی خوب رو شروع کردم. همراه چند نفر دیگه جزو اولین افرادی شدیم که روند همهوایی رو خیلی سریع انجام دادیم و برای رسیدن به قله تلاش کردیم. به کمپ آخر رسیدیم، کمپ چهارم، و تلاش اولمون رو برای قله شروع کردیم. خب، تلاش اولمون به دلیل محاسبات اشتباه زمانی به نتیجه نرسید. برگشتیم اما به کمپ چهارم، به کمپ پایین نرفتیم. در کمپ چهارم چند ساعتی استراحت کردیم و تلاش دوم را شروع کردیم. این بار هم به نتیجه نرسیدیم. به دلیل کندی برخی از همراهان از ارتفاع خیلی بالا، در حالی که 12 ساعت بالا رفته بودیم، دیدیم زمان کم میاریم و من مطمئن بودم که اگر ادامه میدادیم حتما با حادثه غیرقابل جبرانی روبرو میشدیم. در نتیجه تصمیم گرفتم که برمیگردم. برگشتم به کمپ اصلی. در کمپ اصلی سعی کردیم که همه افرادی که در بیس کمپ هستیم یک همکاری تیمی به وجود بیاریم. با مساعدت و همکاری هم میتونستیم سختی های مسیر رو راحت‌تر بکنیم و بهتر صعود بکنیم. خوشبختانه در این زمینه موفق شدیم و همه افراد بیس کمپ تصمیم گرفتن که با هم حرکت بکنن و در آماده سازی مسیر مشارکت بکنن. در نتیجه همه با هم حرکت کردیم، کمپ یک، کمپ دو، کمپ سه و مجدداً به کمپ چهارم رسیدیم. خب، چند ساعتی باید توی کمپ چهارم استراحت می کردیم و تلاش برای قله رو شروع می کردیم. شاید تصور همه شما از هیمالیا سرمای استخوان سوزش باشه که کاملاً درسته، ولی تمام حقیقت نیست. بخش دیگری از حقیقت هیمالیا گرمای سوزانش هست که کمتر راجع به اون صحبت میشه. انعکاس نور خورشید از سطح یخ و برف
گاهی جهنمی رو به وجود میاره که غیر قابل تصوره. من به یاد دارم زمانی که به کمپ چهارم کانچنجونگا در میانه روز رسیدم با تابش خورشید دما به 45 درجه میرسید که درون یک چادری که روی سطح یخ و برف بنا شده با رطوبت فراوان مثل یک سونای وحشتناک بود که باید چند ساعتی درش استراحت میکردیم. اما فقط این نبود. در عرض چند ساعت با رفتن خورشید به زیر ابرها دما در همون جا به منفی 40 درجه رسید و این یعنی 85 درجه اختلاف دما در عرض چند ساعت که اثرات مخربی روی سیستم بدن میگذاره و من رو به شدت ضعیف و مستعد بیماری کرد. خب بعد از چند ساعت استراحت در ساعت 7 غروب حرکت کردم به سمت قله. از ابتدای مسیر احساس میکردم که نمیتونم نفس بکشم. خب من در تمامی صعودهام خیلی قوی بودم. هیچ مشکل بدنی نداشتم. اگر بیماری برام به وجود میومد خیلی سریع این رو رفع میکردم. ولی این بار میدیدم که نمیتونم نفس بکشم. در نتیجه ذره به خودم شک نمیکردم. از اونجایی که از اکسیژن کمکی استفاده میکردم فکر کردم که احتمالاً ماسک اکسیژنم دچار ایراد شده. در نتیجه بارها و بارها ایستادم، ماسک و رگولاتور اکسیژن رو امتحان می‌کردم، ولی می‌دیدم که هیچ مشکلی نیست. نمی‌تونستم نفس بکشم، مرتب سرفه می‌کردم، ولی با سختی و عذاب بالا می‌رفتم چون ما کوهنوردا به سختی عادت داریم. اما کم کم این سرفه‌ها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه پیوسته شد و عفونت به شکل جامد از گلوی من بیرون می‌اومد. دیگه نمی‌تونستم نفس بکشم. در حالی که 300 متر بیشتر به قله نمونده بود. خب من بارها تو زندگیم در معرض خطر قرار گرفته بودم. یک بار روی حاشیه یک یخچال کوهستانی پام لغزیده بود و سر خورده بودم و همچنان که بی تعادل داشتم با سرعت وحشتناکی به سمت پایین می رفتم، تنها با شانس و استفاده از تکنیک های ترمز با کلنگ تونسته بودم متوقف بشم و از مرگ حتمی نجات پیدا کنم. یا در صعود آمادابلام همینطور از دیواره آویزون شده بودم که 1000 متر زیر پام خالی بود و فقط دستم به یک تناب بند بود و این مرحله را هم با شانس گذرونده بودم. یا در یک قله سنگی مثل شاخک علمکوه یک بار در محاصره رعد و برق قرار گرفته بودم، چیزی که 100% کشنده است و نمیدونم چجوری با شانس تونستم جون سالم به در ببرم. اما این بار متفاوت بود تجربه من. احساس میکردم از این مرحله رد شدم. احساس میکردم که دیگه جای بین مرگ و زندگی هستم. نمرده بودم اما زنده هم نبودم. احساسی خیلی عجیب که نمیتونم براتون وصف بکنم. انگار در حال گذر از این دنیا بودم. بخشی از وجودم دیگه در این دنیا نبود. چه چیزی من رو نجات داد؟ تنها یک تصمیم منطقی سریع. به این فکر کردم که خب من با سختی فراوان به اینجا اومدم. چیزهایی که در ذهنم در اون لحظه میگذشت رو میخوام براتون بگم. میدونید که هزینه برنامه های هیمالیایی بسیار سنگینه و من بدون هیچ پشتوانه ای به سختی اینها رو تهیه میکردم. امکان داشت که هرگز موفق نشم که بار دیگه به اونجا برگردم. همینطور تا به حال به هر کوهی که رفته بودم به قله رسیده بودم و همه منتظر شنیدن خبر صعود بعدیم بودن و همه اینها من رو به بالا رفتن وسوسه می کرد. ادامه بده، ادامه بده. اما حقیقت موجود چیز دیگری بود. بدن من داشت کم کم یخ می زد و من این رو قبل از کار افتادن مغزم خوشبختانه احساس کردم. تصمیم گرفتم که بر می گردم. اون هم از 300 متری قله، از ارتفاع 8200 متر. و با این برگشت اولین کوه بدون قله من رقم خورد. زمانی که برگشتم پایین با پزشکای کوهستان حاضر در منطقه صحبت کردم، همشون متفق القول گفتن که در لحظات پایانی بودم و زمان چندانی نداشتم و دقیقاً در لحظه مناسب برگشتم. خب در بازگشت به ایران بارها و بارها از من پرسیده شد که آیا ضربه روحی خوردم؟ آیا افسرده هستم که به قله نرسیدم و سوالاتی از این دست که من هرگز اینها را نفهمیدم به خاطر اینکه این برنامه‌ای بود که من بیشترین درس‌ها رو در اون گرفتم. همون شب از بین کوهنوردانی که بالا می‌رفتن 5 نفر دیگه به این ندای طبیعت و ندای درونی خودشون توجه نکردن و جون خودشون رو از دست دادن
5 کوه نورد بسیار قوی که دیگه نیستند تا از کوهستان لذت ببرن متاسفانه. من باور دارم که اگر اکثریت جامعه یک عقیده‌ای دارند که به نظر من نادرسته، من نباید از این اکثریت به صرف تعداد زیاد پیروی کنم، باید درست فکر کنم و درست تصمیم بگیرم. میخوام توجهتون رو به این عکس جلب بکنم. ما دوستای بسیار زیادی رو در کوهستان از دست دادیم. این عکس رو من در ارتفاع 8200 متری کانچنجونگا گرفتم. 300 متر مونده به قله. در کوچکترین عکسی که در کادر میبینید، لیلا اسفندیاری عزیزه که شاید نامش براتون آشنا باشه. زنی بسیار شجاع و جسور که کارهای بزرگی رو در ایران انجام داد. ولی متاسفانه با یک اشتباه ساده و در گاشربوروم در کوههای قراقروم جان خودش رو از دست داد. نفر بعدی که عکس لیلا رو در دست داره، مهدی امیدی گرامی، یک کوهنورد بسیار توانمند، اولین ایرانی که موفق شد اکسیژن رو اورست رو بدون اکسیژن مصنوعی صعود بکنه و کسی که بارها در 8000 متری ها برای دیگران امداد انجام داده بود رو میبینید. او هم به سادگی در کوهی مثل مونبلان ناپدید شد و جون خودش رو از دست داد. من هم میتونستم کادر دیگه‌ای به این عکس اضافه بکنم. اما عمیقاً باور دارم که میشه با هیجان زندگی کرد، اما همچنان زنده بود و از زندگی لذت برد. مفهوم موفقیت در جامعه یک چیز نسبیه و بارها دیدیم که با مرور زمان تغییر میکنه. بنابراین اگر ما در حال انجام کاری هستیم که میبینیم تعریف انسان موفق از دید اکثریت چیزی مخالف با ایده ماست، نباید بترسیم. من عقیده دارم که ما باید بکوشیم، تلاش فراوان داشته باشیم و هر کاری رو با انگیزه درست انجام بدیم و از نتیجه اون که مخالف با ایده دیگران هست نترسیم. صرفاً خلاف طبیعت گام بر نداریم که این به نظر من موفقیت خواهد بود.